دلیل اصلی من برای خروج جلوگیری از ویرانی کابل بود کابل قبلا در میان گروهی مجاهدین بر سر قدرت ویران شده بود با خاک یکسان شده بود دو گروه متفاوت از طالبان از دو جهت مختلف در حال وارد شدن به کابل بودند احتمال یک درگیری شدید بین آنها بسیار بالا بود و شهر با جمعیت پنج میلیون نفر در معرض نابودی قرار داشت. چی باید می آورید از همان روز؟ وقتی که از خواب بیدار شدید و دیدید که آن اتفاق ها افتاد. صبح آن روز به ذهنم هم خطور نمی کرد که بعد از ظهر من کشور را ترک می کنم. به ما اطلاع دادن که گروه حقانی تعهد داده که وارد کابل نشود. ولی دو ساعت بعد اینطور نبود. از من خواسته شد که به همکارانم از جمله مشاور شورای امنیت ملی اجازه بدهم تا کشور را ترک کنند همچنین از همسرم خواستم تا کشور را ترک کند او مردد بود این کار را انجام بدهد آنها یک و نیم ساعت قبل از خروج من محل را ترک کردند من منتظر بودم تا اینکه بسم خان وزیر دفاع با من زنگ زد و گفت که همه چیز از هم فرو پاشیده این زمانی بود که من میخواستم به وزارت دفاع بروم 25 دقیقه منتظر بودم ولی خودروها نیامدن دکتر محب مشاور شورای امنیت ملی و بعد رئیس پی پی اس واحد محافظت از رئیس جمهور وارد شدن و گفتند که پی پی اس از هم پاشیده و اگر من بر ماندن اصرار کنم همه آنها کشته می شوند. آنها در موقعیت نبودند که از من حفاظت کنند. دکتر محب واقعا ترسیده بود. برای من بیش از دو دقیقه فرصت نداد. من آماده شدم برای این که به طرف خست حرکت کنم <applause> او به من گفت که خوست و جلال آباد هم سقوط کرده من نمیدانستم کجا می رویم تنها وقت سوار هلیکوپتر شدیم مشخص شد که ما کشور را ترک می کنیم این واقعا اتفاق ناگهانی بود اخیران کنگره آمریکا از جان سابکو بازرس ویژی آمریکا در امور افغانستان خواست تا درباره ادعاهای تحقیق کند که گویا شما زمان ترک کشور با خودتان مقدار مشخص پول خارج کردید. فکر میکنم سوال دیگری که خیلی از افغانها ها در بارش بشنوند این است که چرا شما افغانستان را با آن شکل ترک کردید؟ من میخواستم بگویم که برای شما هم شخصا احتمالا خیلی سخت بوده که در آن مرحله افغانستان را ترک کنید. البته. سختترین اتفاق ممکن بود به همین دلیل در یکصد روز گذشته من تنها بودم و در حال نوشتن و او اتفاقات گذشته فکر میکردم وزن از نمیتوانست از این سختتر باشد مجبور بودم خود را قربانی کنم تا کابل را نجات بدهم و خودم را در معرض شرایط قرار بدهم که واقعیت داشت یک کودتای خشن نه یک توافق سیاسی یا یک روند سیاسی که مردم در آن مشارکت داشته باشند دوم من میخواهم تاکید کنم که هیچ پولی از کشور خارج نکردم هلیکوپترها و اولین مقصد ما در دسترس همه بود تا بررسی کنند من نه تنها از تحقیق در این باره توسط آقای سابکو استقبال میکنم بلکه میخواهم یک تحقیق دیگرم انجام شود به محض اینکه این ادعاها مطرح شد پیشنهاد کردم که تحقیقاتی در این باره توسط سازمان ملل یا یک نهاد بازرسی کننده دیگر انجام شود شیوه زندگی من بر همه معلوم است من با پول چی میخواستم بکنم؟ این اتام هایی است که مشخصا اول از طرف روسیه مطرح و بعد منتشر شد. من خوشحال می که در این زمینه هر نوع تحقیق لازم از من انجام شود. از جمله اینکه از دستگاه دروغ سنج استفاده شود یا به هر شوی دیگری که لازم باشد. من به دلیل تعهد به کشور خود مطرح هستم. مثل خیلی های دیگر به دلیل رابطه ویژه با سازمان های اطلاعاتی یا چیزهای دیگر وارد میدان نشدم. برگردیم به تفاهم نامه ای که در تاریخ 29 20 فبروری 2020 امضا شد. آیا چیزی در باری آن هست که احساس کنید اگر به عقب برگردید می توانست طور دیگر انجام شود؟ یا شما میشد با به گونه دیگر رفتار کنید که باعث می نتیجه بهتر از آن تفاهم نامه حاصل شود؟ <applause> آنچه در 29 فبروری رخ داد این بود که به جای دستیابی به یک روند سال به برای خروجی نیروهای آمریکا رسیدیم در آن زمان طالبان به عنوان کشنده ترین سازمان تروریستی جهان شناخته می شد آن روز دو تفاهم نامه وجود داشت دو رخ داد اولی در کابل شکل گرفت ستولتنبرگ دبیر کنه ناتو و اسپر وزیر دفاع آمریکا اول به کابل آمدن و اعلام تفاهم مشترک کردن ماها بود که این به طور موازی همزمان با تفاهم با طالبان در حال انجام بود یعنی این در واقع یک رابطه مشترک بین آنها و دولت افغانستان بود بله وقتی به تفاهم نامه نگاه میکنید چهار قسمت دارد اما چهار بخش دو تفاهم نامه شدیدن با هم فرق دارند بخشید فکر میکنم لازم است توضیح بدهید که منظور از تفاهم نامه دیگر تفاهم نامه امزا شدن میان دولت آمریکا با طالبان در دو هست آن تفاهم نامه توسط سفیر خلیلزاد در حضور آقای پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا امضا شد. در کابل آقای اسپر وزیر دفاع گفت که این یک تفاهم مشروط است. و باز هم گفت دوباره تاکید می‌کنم. این یک تفاهم مشروط است و اگر طالبان به تعهدات خود عمل نکند این تفاهم نامه از سوی آمریکا لغو می شود مهمترین مسئله ای که احتمالا یکی از اصلی ترین دلایل وقایع مای آگست است این بود که در تفاهم نامه با ما که ماها بر سر آن مذاکرات صورت گرفت بیان شد که آمریکا در صورت آزادسازی زندانی های جمهوری اسلامی و طالبان برگزاری مذاکرات میان دو طرف را تسهیل میکند تعداد چند صد نفر حد اکثر ذکر شده بود در تفاهم نامی آمریکا با طالبان اما آمریکا یک تعهد یک جانبه می دهد که آزادسازی پنج هزار زندانی طالبان تا دهم ماه مارچ را تضمین کند آیا با شما درباره آزاد کردن 5000 زندانی مشورت نکردن؟ We had this ما قاطعانه آن را رد کردیم. من همه تفاهم نامه های را قبلا مطالعه کرده بودم و این توافقی بود بدون یک آتش بس و دائمی. وزیر دفاع و دبیر کل ناتو تکرار کردند هیچ مشورت با ما صورت نگرفت. علاوه بر آن آمریکا یک جانبه تعهد داد که باقی زندانیان طالبان را هم در سه ماه بعد از آن آزاد کند ضرب و نجل هشدارآمی صادر شد اینکه ما باید آزادشان میکردیم تعدادشان اول چند صد نفر بود بعد به یک هزار رسید و بعد اصرار شدید و کامل وجود داشت که تمامی پنج هزار نفر آزاد شوند اما طالبان از مذاکرات سیاسی با ما خودداری کردند و گفتند شما چه کار هستید و حتی در مورد زندانیان گفتند این تعهد آمریکاست و آمریکا قرار است اجرایش کند چه از نظر روند کار و چه از نظر نتیجه آن این مسئولیت باید مشخصا متوجه همان تیم باشد و خصوص سوال اینجاست که چطور با وزارت امور خارجه آمریکا اجازه دادن دو تفاهم نامه به شدت متفاوت شکل بگیرد چون تفاوت ها با هم نمی مطابقت کند برمیگردم به جایی که این گفتگو را آغاز کردیم آیا فکر می کنید اگر همان جا می میتونستید کار کنید که آنها متوجه این موضوع شوند؟ no. Because... نه خیر چون متاسفانه از من چهره کاملا منفی ترسیم کرده بودند و همه اینها به این خاطر رخ داد که ما هرگز فرصت این رو نداشتیم که با آنها به مذاکره بنشیم سفیر خلیلزاد با آنها مذاکره میکرد این تبدیل به مسئله مربوط به آمریکا شد نه مسئله آنها, آنها no, حذف شما زمان زیاده 100 چیزی بیش از صد روز داشتید داشت که داشت 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 با آنچی گذشته فکر کنید. آیا هیچ پشیمانی شخصی دارید در باری همه, همه اتفاقهایی که افتاد؟ I mean, مردم احتمالا خیلی برایشان جالب است بدانند که چه احساسی دارید و برایتون چه معنایی دارد؟ کارنامه زندگی من نابود شد، ارزش هایم مال شد و مرا قربانی کردند. آمریکا و دیگر همکاران غربی ما این انتخاب را داشتند که یا شیوه جنگیدنشان با تروریسم را تغییر دهند یا کلا کنارش بگذارند و خارج شوند. اما برای ما خود مختاری ملی تا زمانی که جنگ به این شکل با تروریسم جریان داشت امکان پذیر نبود. چون تمام مشکلات دیگر ما نسبت به این بودند. شما وقت رئیس جمهور بودید به وضوح اعلام کردید که این برای شما جنگیدن تا پای مرگ است و همه مسائل مربوط به آن که تا انتها خواهید رفت. اگر به پایان این مسئله برگردیم، مطمئن هم ها افغان های بسیار هستند که شما را به عنوان رهبرشان نسبت به آن چه اتفاق افتاد مقصر می دانن. شما احتمالاً باید درباره همه اینها پاسخ به آنها بدهید. قطعا مقصر دانستن من از سوی آنها کاملا قابل درک است آنها به درستی من را مقصر می و این حق را دارند چون من به مشارکت بین المللی ما اعتماد کردم و این مسیر را پیش گرفتم به جای مقابله مداوم مثل فرد پیش از من من همانطور که شما شخصا شاهدش بودید واقعا همه فشارها را پذیرفتم که از این نتیجه خودداری شود اما آنها هم این تحمیل مداوم را درک کنند و امیدوارم که با گذشت زمان متوجه شوند اما خشم آنها را کاملا میفهمم، چون خودم هم در آن شریک هستم و در مندگیشان را هم درک می کنم و همین دلیل من به این مسئله متمرکز هستم که بتوانیم یک راه اساسی و جلو رو در پیش بگیریم نه برای مقاصد شخصی بلکه برای آنکه قادر باشم به با افغانستان و جهدی که در پیش میگیرد کمک کنم که همه ما دوباره بتوانیم به هم تعلق داشته باشیم و اینجا درس هم برای جامعه جهانی هست یک افغانستان بیطرف موجودیت به مراتب ماندگارتر است تا افغانستانی که به میدان جنگ بدل شده باشد یا تابی جنگ از بیرون باشد همه ماشتباه اشتباه بزرگ کردیم به این باور بودیم که شکیبایی جامعه بین المللی پایدار خواهد بود و درسی که گرفتیم این است که ما نیاز داریم به مسیر برای آشتی ملی واقعی خودمختاری و مسئولیت پذیری نسبت به یکدیگر حرکت کنیم تا بتوانیم باز هم با هم زندگی کنیم